توی کتاب هم نوشتی که شکنجه فیزیکی نشدی، ولی انواع و اقسام آزار و اذیت های دیگه رخ داده. سخت‌ترین زمانی که در این 544 روزی که در زندان بودین کجاش بود؟ چه نوع آزار و اذیت هایی؟ خب انفرادی کلن یه چیز خیلی سختیه، مخصوصا از خانومم جلو بودم، خبر نداشتم از ایشون، نمیدونستم کجا بوده، زنده بوده، آزاد بوده. بعدش بعد از 5-6 هفته فهمیدم که اون همینجا توی اوین هستش، توی یه سلول که شاید خیلی نزدیک بوده. خب ولی توی انفرادی انگار توی قفس هستی، میدونی؟ بعد الان بعد از 3 سال که آزاد هستم هنوز از جای تنگ و جایی که تنها هستم از این میترسم. خیلی ها ممکنه تعجب بکنن که چرا جیسون رضاییان که این همه بلا سرش اومده با تحریمایی که آمریکا علیه سپاه و حکومت گشته مخالفه. Look, I have no problems with sanctions that are directed at certain individuals inside the inside the regime. من هیچ مشکلی با تحریم هایی که مقام های داخل ایران را هدف قرار بده ندارم. ما میدونیم چه کسانی مسئول بسیاری از این سرکوب ها هستند. ولی چیزی که من رو نگران میکنه اینه که وقتی مثلا کل یک بخشی از نیروی نظامی ایران رو تروریستی میخونید، شرایطی رو ایجاد میکنید که صدها هزار مرد ایرانی، اگر نگیم میلیون ها، که خدمت اجباری سربازشون رو در سپاه انجام دادن، حالا یک دفعه هر جای دنیا که برن مزنونین به تروریسم هستند. بعد در مقابل پاسخ ایران هم اینه که هر کی تو ارتش آمریکا در خاورمیانه سرباز بوده از دید ما تروریسته و ما هر کاری دلمون میخواد باهاش میکنیم. ما با این واکنش مقام های ایران البته موافق نیستیم، ولی وقتی سپاه رو تروریست میخونیم باید انتظار چنین پاسخی رو داشته باشیم. The right response, but we should have expected that to be the response. And you know, I think you and I both know. ما هر دومون خیلی ها رو میشناسیم که بدون اینکه بخوان مجبور شدن دوره خدمت سربازیشون رو در سپاه بگذرونن. خیلی هاشون در خارج از ایران هم زندگی میکنن. اینا همه تروریستن؟ این سوال منه. فکر نمی کنم. در نتیجه حرف من اینه که تحریم مقام های ایران یه حرفه، ولی مجرمانه کردن مردم یک کشور، همونطور که در فرمان ممنوعیت سفر ایرانیان که ترامپ صادر کرد دیدیم، سیاست غلطیه.